تیم ژاپن اومد ایران که با ایران بازی کنه، به عنوان سرمربی قبول کردم. رئیسشون رفیق ما بود دیگه، ژاپنی بود از قبل، من میشناخت دیگه. منم هنوز یه خود تمرین داشتم خوب و اینا، بهش گفتش که با اینم بازی کن. خب اون میدونست که من بازی کنم. من دور فهمیدم که میگفت یعنی من مثلا پیر شده، من با اون چجوری بازی کنم؟ گفت خب برو بازی کن میفهمی. پل خودم اینجوری احساس میکردم. بعد باش بازی کردم و 21-7 بردمش. این دیوونه شده بود، میگفت من قهرمانای اول و دوم اینا رو 2-0 بردم، اومدم به این پیریه باختم به 7. بعد یارو بهش گفت بابا این قهرمان جهان رو تو شهر خودمون زد. این کم کسی نبود من بهش گفتم بازی کنه تو باش. تقدیرش یادتونه؟ با رژیم زیاد میونه نداشت و اینا، مسابقات خارجی بود. شاپو قرآن‌رضا اومده بود تماشا اینا. قرآن‌رضا که اومد مردم یه به خاطر سنتی اینا یه 10 ثانیه 30 ثانیه بلند شدن دست زدن نشستن. بعد من اون وقت تو نشسته بودم، میدونستن که من با تختی رفیقم اینا. گفتن آقا تختی اومده از اون وقت راش نمیدن. گفتم رفتم از اون وقت، خب من میشناختم، قهرمان بودم و حسابی. دست رو گرفتم بیارم، یه افسر اومد جلو بیرم زدم، گفتم برو پی کار آقا اون بر. بردمش از اون در بچگونه و کوچیک، وارد سالونش کردم، خودم هم رفتم تو جمعیت نشستم. تختی که وارد شد، باور کنید اغراق نمیگم، حداقل 4 دقیقه 5 دقیقه این سالون رفته بود رو هوا، اصلا نمیتونستم بشینم. اینقدر دوست داشتن تختی رو و تو همه اشتباس هم که داشتن شروع میکردن، شاپو قرآن‌رضا بلند شد رفت. عباس که ناراحت شده بود. دیگه مسابقات انجام شد و بعد این باعث شد که گفتن بگن تختی رو کشتن و فلان اینا، که دیگه ما نمیتونیم وارد این جریانات بشیم چون مفصل جریانش. بله خیلی بود. سر مسابقات من یه بازی باختم فقط به خاطر تختی. جم اول برده بودم، تختی تو ترافیک گیر کرده بود اومد، منم عرق تو باز کرده بودم، خوش شده بودم دیگه. 2 جم بعد باختم به یه انگلیسی، جمعیت هم زیاد بود. نمیخواید صحبت کنید در مورد علت فوتش؟ خودش ببینید، من چون با خانواده خانومش آشنا بودم، حتی اون خانوم من که اونجا نشسته با مادر زنش، با مادر شهلا با هم دوره داشتن، زیاد میدیدیم. هم برادرای شهلا، اکبر و محمد و خود شهلا و بخشنده خواهرش رو. اولا بخشنده باعث شد که شهلا بیا زن تختی بشه، چون خیلی قهرمان ها رو دوست داشت. ولی نمیدونم براتون چه جوری بگم. سیستم خانوادگیشون به هم هیچ رقم نمیخوره. یه خانواده قشری قشری با یه خانواده مینی جوپی نمیخورد به هم. چون من با هر دو آشنا بودم دیگه. اصلا نمیخوردم به هم. مادر خواهرش هم اذیت میکردن چیزو. شهلا رو. بله، زیاد، اختلاف زیاد، بله. یه مقداری هم سر کشتی ها، اون کشتی که تو ژاپن به مصطفی اوف باخت برای سوم چهارمی، حقشو خوردن، اینا هم نرفتن، اونا هم نرفتن دخالت کنن، چون باش زیاد میونه نداشتن، رژیم قبلی، بله. من یه چیزی برای شما یه خاطره میگم خیلی جالبه. من سرپرست ورزشی انجمن دوشیزگان و بانوان بودم. تیم های ما هم همه قهرمان ایران بودم، مال خانوما. خب من اونجا تو دفتر نشسته بودم، خانومام دور و بر نشسته بودن و دفتری کاراشون رو انجام میدادن.
ما هم تمرین کرده بودیم و با دخترها بازی میکردیم و اومدیم نشستیم و یهو دیدیم یهو چند تا تفنگدار و فلان و اینا وارد شدن. یه آقایی هم اومد و بعد به من با یه لحنی گفت تو اینجا چرا نشستی؟ گفتم که اولا من شما من یه خود بچه پرو هم گفتم اولا من شما شما هم شما هستی. من اینجا سرپرست ورزشی اینجا هستم و از 1340 تا الان که خدمت شما هستم اینجا بودم. گفتش که نه مثل که شما یه خود چیزین. یه چیزی گفت. گفتم که والا من چیزی نیستم ولی اون موقع من الان 40 سال گذشت، 43 سال گذشته دیگه. یه خود توپورتر بودم، یه گردن کلوف بودم، خوب بودم. گفتم شما اومدین یه جایی که همش خانومه. شما اگه راست میگین، دو تا از این تفنگ دارتون بگین تفنگیشو بذار زمین. اینجا زمین بسکتبال بزرگه. بیاد اونجا. اگه من دیدیم تونستم این دوتا رو بزنم که ایوال بیاری. اگه اونا منو زدن من هر چی شما بگین گوش میکنم. گفت نه شما خیلی ادعا داری من فلان و فلان اینا. تو همین حیثه بسی که ما داشتیم با هم بحث میکردیم. گفتش که شما چی؟ گفتم من به هر حال هر کی هستم تو هر رژیمی هستم خودم رو وفق میدم با اون که تو اون رژیمه. وگرنه الان برای من امکانات هست هم امریکا برم هم آلمان برم هم انگلیس برم چون بچه هم اونجا هستم میتونم برم. ولی تو موقعی که خیلی کارمون شدت بالا گرفت یه کسی که اونجا سریدار بود با زن بچهش ابراهیم خان چایی آورد رو کرد که آقای سشام زده یه ها دیدم یه رو من نگاه کرد گفته شما آقای احتشام زاده این؟ گفتم بله. گفت امیر خان هستیم؟ گفتم بله. گفت خیلی خوشحالم من محمد قرضی رئیس کمیته سرطنز آباد. گفتم به حال منم خوشحالم. خب اول گفت چرا اول خودتون رو معرفی نکردین؟ گفتم بای من کی هستم که من خودم رو معرفی کنم؟ منم یه آدم هم. یه قهرمان بودم. استعداد داشتم قهرمان شدم. گفت نه شما خیلی خوبین شما خودتونین من یه همچین انسانهایی رو میخوام من خوشحال میشم دست به من دست داد گفت من به شما دست میدم هر وقت دلتون خواست اینجا رو نگه دارین انقدر به شما اطمینان دارم که شما خودتونین گفتم نه ببینی من اینجا رو باید تعبیر بدم چون مسئول اینجا هستم از این خانومام خواهش میکنم که برم با روزنامه اطلاعات چون ما وسته به روزنامه اطلاعات بودیم حساب کتاباشون رو بکنن کاراشون هم تحویل بدن و برن منم اینجا یه نهایت یه هفته گفت هر چقدر دوست داریم باشین گفتم نه سر هفته ما اینجا رو تحویل میدیم. گذشت داره. گفت آها رو من حساب کنی. هر وقت هر کاری داشتین من براتون انجام میدم. چون دوست دارم شما یا انسان ها اینجور آدم رو من دوست دارم. که خودشون هم. ایشون شد وزیر پست و تلگراف. یه مراسمی بود. ما رو دعوت کردن ایشون هم ما دیدیم. یکی دیدم دست داده بود. مشتی نیومدی پلومم چرا گفتم که آقای مهندس من ارادت دارم خدمتتون شما بسیار مرد خوبی هستین من یه چیزی به شما بگم میتونم بگم گفت بگو تو هر چی میخوای بگی بگو گفتم مسئله اینه که خون من و شما با هم یه جور نیست مردن خنده بعد اونم گذشت و رفت و برادر ایشون تو جاده اصفهان رئیس بیمه های اجتماعی بود همه جا فهمیدن اونو مثل که یا تصادف کردن یا کشته شد و اینا ختم ایشون بود اولین نفری که رفت ختم من بودم
این منو دید. گفت حالا میای اینجا؟ گفتم اینجا وظیفه‌مه بیام. اما شما اونجا وزیری، من بخوام بیام اونجا لباس کاری دارم. اما اینجا اومدم که از نظر اجتماع ایشون یه مقام بزرگی بوده، آدم خوبی بوده، منم اومدم ختمش. یکی دو دفعه دیگه هم دیدیمش و حالا نمیدونم کجاست. شما فوتبالیست‌های قدیم رو مقایسه کنیم با الان. تمام یا مهندس بودن یا دکتر بودن. همه رفیقای من همه یا مهندس یا دکتر بودن. الان یا شوفر تاکسی یا من بیاد فلانه، اصلا همین هست. توشون پیدا میشه. نه اینکه همه باشن، نه. اقلیت اینجوری هم. اکثریت اونجوری هم. همه دنبال پول هم. ما اصلا دنبال پول، پول خودم دادم. علاوه بر اینکه دنبال پول نبودم. یعنی الان رول اول رو پول بازی میکنه. هماین بهزادی خودش خودش رو کش. من رفتم ملاقاتش، نمیذارن کسی بره ملاقاتش. رئیس اونجا بیمارستان دی با من رفیق بود. استثنا من رفتم بالا. دیدم اون پرستاره سیگار دستشه. گفتم خانم اینجا همه رو ممنون خروج کردم به خاطر آقای بهزادی. شما سیگار دستته؟ بیرونش کرد یارو. از اینجا با مجید نیست براتون بگه. با مجید سوار شدیم با یه خبرنگار بریم یه مکانی با همایون. این سیگار از دستش نیفتاد، چه رفتنه چه برگشتنه. سیگار کشتش. روزش 200 تا سیگار میکشید. بگم بازم کمتره. هرچی بگم میکشید. اگه توی کشور دیگه بودم صحبتهای خوبی داشتم. اما اینجا نمیتونم اون صحبتها رو بکنم. چرا؟ فکر میکنی گوشی برای شنیدن حرفاتون نیست؟ نه مسئله شنیدن نیست. فایده نداره.